سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 ثور سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه می سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، هدف آن مشکلات موجوده در سرحد میان هر دو کشور خوانده شد. مقامات افغان و ایران روی تقویت همکاری های مشترک در کابل با هم گفتگو کردند. ادامه نگرانی ها و خواست های جهانی مبنی بر وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان. بزرگان کشورهای جی‌7 از امارت اسلامی خواسته تا به تعهدات خود در بخش مبارزه با تروریسم عمل کند. و مورد تحریم قرار گرفتن 500 مقام آمریکایی به شمول اوباما از سوی روسیه. ول هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. مقامات افغان و ایران روی تقویت همکاری های مشترک سرحدی و حل مشکلات با هم گفتگو کردند. مالی خان صدیق، معاون لوی درستیز قوای مسلح، با همتای ایرانی خود در کابل روی موضوعات مهم دو جانبه بحث نموده است. وزارت دفاع ملی میگوید هدف این گفتگوها را بیشتر مشکلات موجود میان سرحد هر دو کشور تشکیل داده است. جانب ایرانی در حال به کابل آمده که تنش ها بر سر آب میان افغانستان و ایران به اوج خود رسیده که به باور بعضی ها ممکن روی این مسئله با هم بحث عمیق صورت گیرد. جنرال بهرام حسینی، معاون لوی درستیز کشور همسایه ایران، همراه با یک هیئت بلند رتبه به کابل آمده و با حاجی مالی خان صدیق، همتای افغان خود، دیدار نموده است. در اعلامیه منتشر گردیده از سوی وزارت دفاع ملی آمده این دیدار که در کابل انجام شد، هر دو کشور روی تقویت همکاری های مشترک در سرحد گفتگو نمودند. وزارت دفاع ملی میگوید در این دیدار تاکید بر حل مشکلات در سرحد مشترک میان هر دو کشور صورت گرفت. جانب افغان اطمینان داده که خواهان رابط خوب با ایران است و متحد به همکاری میباشند. روز گذشته هیئتی از وزارت دفاع ملی به ریاست حاجی مالی خان صدیق، معاون لوی درستیز قوای مسلح کشور، و جانب جمهوری اسلامی ایران به ریاست آقای بهرام حسینی، معاون استاد کل نیروهای مسلح آن کشور و همراهانشان، در ریاست ارتباطات خارجی وزارت دفاع ملی دیدار و گفتگو نمودند. علاوه از مشکلات سرحدی، تازه میان کابل ایران به سر آب تنش‌های به میان آمده، تا جایی که رئیس جمهوری ایران هشدار داده اگر مسئله حقابه آب دریای هلمند حل نگردد، جانب افغان حق گله ندارد. سفر هیئت بلند رتبه نظامی کشور ایران به کابل در حال صورت میگیرد که تنش‌ها میان هر دو کشور در مسئله آب به اوج رسیده و این مسئله اجندای بحث هیئت آمده عنوان میشود. کارشناسان میگویند امکان دارد که جانب ایران روی مشکلات آب صحبت نموده باشد و برای آن کشور این مسئله مهم است که حتی رئیس جمهوری آن نیز با لهجه تند در این مورد صحبت نمود. هدف از سفر هیئت نظامی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ملاقات با مقامات وزارت دفاع شاید بخش از موضوعات سرحدی و مناسبات هر دو کشور باشد، اما در شرایطی که تنش‌ها میان هر دو کشور به خاطر حل معضله آب دریای هلمند بلند شده و تا سرحدی که رئیس جمهوری اسلامی ایران اختیاری هم صادر کردن و در مقابل مقامات حکومت فعلی هم اکثر عمل از خود نشان دادن، پای این سفر نظامی را به افغانستان کشانیده است. راه حل تمامی مشکلات گفتگوها عنوان می‌گردد. تاکید بر این است که به خاطر حل مشکلات آب و سرحد باید با جانب ایران از راه‌های دیپلماتیک کار گرفته شود. خواست از مقامات ایرانی این است که صحبت‌های تند در رابطه با افغانستان خودداری نموده و مشکلات را از چینل‌های دیپلماتیک حل نمایند. وقت نوخت که دست استونزه پس سرحداتو که پیدا کیگی او داغه نه بیالوی مشکل جوریگی خواه خبره داده چه دست استونزه باید ده مشران ده خوانه ده خبر اطر ده لرم نهرشی. زه فکر کومه چه ده ایران ده پلاوی راتگ افغانستان تا ده پر نیک فال بندزه وینمه او کوشش باید داشته وشی چه وڑی وڑی استونزه باید طور ده خبر اطر ده لرم نهرشی. جانب ایرانی دیدار با مقامات افغان را مثبت خوانده و از جانب خود هم تعهد به همکاری و تقویت رابط نموده است. این دیدار که در وزارت دفاع ملی صورت گرفته، مقامات سرحدی وزارت امور داخله، وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و همچنان مسئولین وزارت اراضی نیز حضور داشتند.
بزرگان کشورهای جی 7 روی وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان نگرانی ابراز کردند. بزرگان کشورهای جی 7 که در کشور ژاپن گرد هم آمده بودند تا یک اعلامیه مشترک از امارت اسلامی خواسته تا در بخش مبارزه با تروریسم به تعهدات خود عمل کند. امارت اسلامی در مورد این خواستها و نگرانی ها اطمینان داده که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده صورت نخواهد گرفت و باید از اتهامات در این زمینه خودداری گردد. نشست 3 روزه رهبران کشورهای جی 7 که این بار به میزبانی کشور ژاپن برگزار گردید، در کنار موضوعات مهم دیگر در مورد افغانستان نیز در آن بحث ها صورت گرفت. این کشورها در یک اعلامیه مشترک گفتند که تهدیدات در برابر ثبات و وضعیت بشری در افغانستان بیشتر گردیده و از امارت اسلامی خواستند که با تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند. این نگرانی ها وجود دارد که تهدیدات برای ثبات، بحران بشری و اقتصاد ضعیف در افغانستان بیشتر گردیده. ما از طالبان می خواهیم تا در مبارزه با تروریسم روی تعهدات خود عمل کرده و اطمینان دهند که خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید نیست و هرگز به مکان تمویل و مخفیگاه تروریسم مبدل نمی گردد. در کنار مبارزه با تروریسم، موضوع تعلیم و کار زنان مسئله دیگر است که همیشه در سطح‌های جهانی روی آن بحث صورت می گیرد. رهبران کشورهای جی 7 محدودیت‌های اخیر در برابر زنان را نقض حقوق بشر خوانده و خواهان از میان برداشتن این محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی گردیدند. ما در برابر نقض سیستماتیک طالبان در بخش حقوق بشری و آزادی‌های بنیادی مخالفت شدید خود را ابراز می‌نماییم و خواهان لغو تصمیم غیر قابل قبول خاصتاً در بخش حقوق دختران و زنان افغان هستیم. تمامی افغان‌ها باید در هر بخش زندگی هم از حقوق مساوی پورا و مانادار برخوردار باشند و به کمک‌های بشری و خدمات بنیادی نیز دسترسی داشته باشند. در عین حال امارات اسلامی این گونه اظهارات جهان را بی‌اساس خوانده و همیشه از داشتن روابط نیک با جهان سخن زده است. علاوه از نگرانی های جهانیان، حکومت سرپرست هنوز هم تاکید دارد که امنیت در افغانستان تامین است و از اتهاماتی که بر بنیاد اسناد جعلی استوار باشد باید خودداری صورت گیرد. با افغانستان که اوس پر ټول قلمرو کې پر ټول جغرافیه د افغانستان کې یو حاکمیت رامنځته شوی ده او امنیت یې تامین کړی ده. د قدرت جزایر له منځه تللې، قومي او سمتي او مذهبي جوړښتونه نشته. د نظام موقف او پالیسي د ټولو هیوادونو سره شروع او پیت خوړی او دا د افغانستان له خاورې هیڅ چاته کوم غواښ او تهدید متوجه نه ده. او داسې ادعاوې یا داسې کله ناکله اظهارات کیږي چې د افغانستان کې داسې ستونزې دي او ځینې ډلې دي، نو په عین ډول باندې خو د ډلې پر ځای باندې موږ د یو فرد ثابت ځای موږ نه وینو. او که څوک شواهد او اسناد لري مهرباني دي وکړي ودي شي په فلان ځای کې سنگرست داده دیر دلویه. در همین حال کارشناسان بدین باورند که افغانستان همیشه قربانی تروریسم بوده و به گفته آنان تروریست ها بیرون از این کشور مخفیگاه های دارند. از این باورم چی دوستان بخواهر که ترهنگریش تون نلدی ترهنگری مرکزون و دلیجون دوستان پولوس خدی بانده دی پکار داده چی نواز افغانستان رو روست ترهنگری پنام بانده دی کازبانه شوار رو قربانه بشتید نشی بلکه د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې سیمه او نړۍ له افغانستان سره مشروع مثبت تعامل ته رامخته شي او د دغه تعامل او رسمیت پر اساس باندې د افغانستان له حکومت او ملت سره د افراجات او توندلارۍ پر ضد د ټولو نامنه کوونکو او بې ثبات کوونکو مسایلو پر وړاندې ودرېږي. اشتراک کنندگان کشورهای جی 7 در کنار مبارزه با تروریسم و اعاده حقوق دختران و زنان از امارت اسلامی خواستند تا به حکومت همشمول و منشور سازمان ملل احترام قائل شوند. صنعتکاران و تجاران میگویند که هنوز هم در بخش مالی با مشکلات روبرو هستند. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری تصمیم اخیر حکومت را در بخش مالی استقبال کرده، اما از مقامات خواهان ایجاد تسهیلات در بخش های دیگر هستند. تجاران میگویند که هنوز هم مشکلات در بخش ترانزیت با کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد و حکومت باید در حل آن دست به کار شود. تجاران و صنعتکاران هنوز هم در بخش مالی با مشکلات روبرو هستند. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری آن تصمیم حکومت که بر اساس آن مالیات بالای تجاران کاهش یافته را استقبال می کند، اما می گوید که هنوز هم در برخی از بخش ها با مشکلات مواجهند و مقامات باید برای حل آن اقدام نماید. چه در مملکت مالیه، در مملکت تکسونه، باید در مملکت در وسنی شرایط و پنظر که نیولو سره پر خلق وازه سی.
یعنی سره کم چې زموږ د مملکت شرایط دي موږ باید زموږ ټول ټاکسونه مالیاتي سیستم باید د خلکو د کاروبار پر وجه باندې جوړ شي داسې نه چې موږ یو کاپی پیس یا هغه د نورو مملکتو څخه راغلي مالیاتي به اصطلاح سیستمونه راوړو په خپل وطن کې تطبیق کړو. اتاق سرمایه‌گذاری میگوید که بخش مالیاتی هنوز نیاز به اصلاحات دارد و حکومت باید از تاجران در مکانهای مختلف نه بلکه در گمرکات مالی اخذ نماید تا در کنار جلوگیری از فساد برای تجاران تسهیلات نیز به میان آید. چه در مالیات سیستم دیری نور و اصلاحات و هم ضرورت لري چې څنګه کولای سو د مالیات سیستم نور هم اصلاحی پیش راولو. د افغانستان خصوصي سکتور خصوصا زموږ د وارداتو تجارانو پیشنهاد دغه دی چې موږ غواړو چې زموږ ته د ټوله مالیه په ګمرکاتو کې واخیستل سي چې بیا موږ نه بیلانس ته دروازه په دروازه د هر مامور دروازه ور وټکو. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری در مورد ایجاد تخفیف در بخش تعرفه ها از ایجاد کمیسیون مشترک سخن میزند. الکوزای میگوید که پاکستان با وجود تعهدات باز هم به تجاران افغان مشکلات را ایجاد می کند و صدها موتر باربدی آنان را در بندر واگه کراچی متوقف می نماید. من در همسایگان و سرپدی را لنجاختیم. سرد اینه که وزیر صاحب تجارت کراچی تا سفر رو کو مگر وز هم زمان پسولون و کانتینر پا کراچی که ولال دی. کراچی که لود نکی گی پا پاکستان که چی دقیقه مشکلات را غلی دی انترنت نشته ده ترکین دیویز موتر تا چوک نور کهی لس رازی پینزل لس رازی زمان موتر ودریگی او پا منگ بانده دیمریج او دیتینشن رازی. الکوزای همچنان از صنعتکاران و سرمایه گذاران می خواهد تا در داخل به هدف بازاریابی بهتر برای تولیدات داخلی باید کیفیت تولیدات خود را بلند ببرد و آن را ارزان به فروش برساند. زما هیله در طول پابریکا داران نداده چی جنس پا افغانستان که با کیفیت تولید کی دو نور خلق و نور مملکتونو نه ارزان آور کی او هاغه سالم رقابت تو کی چې د افغانستان مستهلک او د افغانستان خلق په مشکل کې دغه نشي. څلور فیصد انتفاعي مالیه دوی ته 2% شوله. دا یو ډیر لوی ګام دی چې امارت په داسې وخت کې اخلي چې خپل مالیه را کموي. اتاق تجارت و سرمایه گذاری به همین ترتیب سطح صادرات و واردات کشور را نسبت به دو سال گذشته 85% بلند خوانده و میگوید که در سال گذشته در حدود 1800 میلیون دلار صادرات به بیرون از کشور صورت گرفته که این سطح نسبت به دو سال گذشته که 200 میلیون دلار بود چندین برابر افزایش نشان میدهد. نخستین گروه افغان برای ادای فریضة حج به عربستان سعودی رفت. مسئولین میگویند که نسبت به سال گذشته برای زائرین تسهیلات را فراهم کرده و تعداد زائرین هم نسبت به سالهای گذشته بیشتر گردیده است. حجاج در جریان ادای فریضة حج در کنار ایجاد تسهیلات از مقامات خواهان همکاری در این زمینه هستند. نخستین گروه افغان به هدف ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفت. مقامات میگویند که برای زائرین تسهیلات لازم را فراهم کرده و تلاش می نمایند تا به مشکلات موجوده حجاج به طور درست رسیدگی کنند. و امسال انتقال سال گذشته در حدود 13 و 13.5 هزار حجاج داشتیم. الحمدلله امسال 30,000 حجاج از افغانستان در زیارت بیت الله شریف دوجا می رفت. سرپرست ریاست الوزراء از حجاج خواسته تا در کنار دعای خیر برای کشور برای برقراری روابط مشروع کشور با جهان نیز دعا کند. افغانستان در طول مسلمان ملست کمیابی دپر دعا وکوی، در افغانستان در اقتصادی مشکلات در بین وڑل دپر دعا وکوی، او در افغانستان در اسلامی مرد در دنیا سر در مشروع روابط دپر دعا وکوی، سرپرست وزارت حج و اوقاف می گوید که برای حجاج تسهیلات لازم را فراهم کرده و برای آن یک هیئت 7 نفره را تعیین کرده و به کار آغاز نموده است. نور محمد ثاقب می گوید که برای حجاج در محبس الجن، حیات السکن و ریبخش مکان تعیین گردیده و برای آنان تسهیلات ترانسپورتی هم فراهم شده است. حرم شریف تا مواصلتی لار دکلی و منزل و ماشینون و استقبالی سالون جماعت مطعم او د ډوډۍ توزیع کولو ځای د ارکندیشنونو او اسانتیاوو په نظر کې نیول. زائرین میگویند مقامات به تعهدات خود در ایجاد سهولت و سایر بخشا عمل نمایند. باید خپل کار ته متوجه اوسي. د حاجیانو صاحبانو چې اول واری تر اوسه پورې نه یې تللي یا سپین ږیري مریضان
داغو پره توجه کې او تر څو پر حسابان د پاره د پرایزو د واجباتو د سنتو هغه احسنه طریقه باندې کومک ورسره وکي او خپل ستړیاوي وکي تر څو پر د حجاجو فرایض و واجبات نطول بزایشی. این در حال است که حجاج افغان قبل از این نیز از نبود سهولت ها در عربستان سعودی ابراز نگرانی می کردند، اما اکنون مقامات افغان می گویند در کنار سهولت ها جای بود و باش، خوراک، ترانسپورت و سایر سهولت ها را فراهم نموده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از برگشت هزاران مهاجر افغان به کشور خبر می دهد. مسئولین وزارت یاد شده می گویند هزاران تن از کشورهای همسایه به خواست خود دوباره به وطن عودت نمودند. این وزارت اضافه می کند پلان دارد تا در آینده برای هر مهاجر افغانی که به خواست خود به کشور بر می گردد یک نمره زمین و یک قسمت از مصارف ساخت خانه را برایش پرداخت نماید. از سوی دیگر آگاهان امور عمل اساسی مهاجرت افغان ها را فقر و بود زمینه کار و تحصیل در کشور عنوان می کنند. از سالها بدین سو مهاجرین افغان به دلیل بلند بودن سطح فقر به گونه غیر قانونی وارد کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه می گردند. تازه مسئولین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که در دو هفته گذشته 26 هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به خواست خود به کشور برگشتند و 28 هزار دیگران به شکل اجباری از ایران اخراج شدند. این وزارت اضافه می نمایند که بعد از راجستر نمودن این مهاجرین بانها کمک های عاجل نیز صورت گرفته است. په دې وروستیو دوه هفتو کې تقریبا 450,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي دي چې زیاته برخه یې د ایران هیواد نه راغلي دي. په دغه افغانانو کې تقریبا د 28,000 نه زیات افغانان په اجباري ډول باندې د ایران هیواد څخه راویستل شوي دي او باقي نور ټول په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شوي دي. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در آینده پلان دارند برای مهاجرینی که به خواست خود به کشور برمیگردند یک نمره زمین و قسمتی از مصارف ساخت خانهشان را پرداخت نمایند. پراتلون که هم زمان برنامه داده چې کوم افغانان هیواد ته راستنیږي دلته هغوی ته نمرې توزیع شي او بیا د کور جوړونې په برخه کې هم مرسته ورسره وشي او د دې ترڅنګ د کار روزګار په برخه کې له دوی سره همکاري وشي تر څو په هیواد کې د دوی لپاره د ژوند زمینه مساعده شي. از سوی دیگر مهاجرین افغانی که در کشور پاکستان مقیم هستند از مشکلات مهاجرت صحبت نموده و میگویند بعد از دستگیری توسط پلیس این کشور اذیت و شکنجه گردیده و راهی زندان ها می شوند. این مهاجرین افغان اضافه می نمایند که به دلیل نداشتن پاسپورت نمی توانند به کشور برگردند و از حکومت سرپرست می خواهند که زمینه برگشت آنان را به کشور فراهم نماید. پا پاکستان کې چکم افغانان اوسیږي دو ډیر زیات مشکلات سره مخامخ دي. د هغه افغانان چکم پاسپورټونه او پیوار کارډونه نه لري نو دا په کورونو کې یو قسم نظر بندي دا یوې ضلع نه بلې ته نشي تللی، کار روزګار نشي کولی او د دوو سفرو ثبتنام هم نه دی شوی. موږ د حکومت افغانستان نه دا غوښتنه ده چې دلته کوم کډوال پراته دي په پاکستان کې چې د دو ثبتنام دي وکړي او یونیسیر نه مو دا غوښتنه ده حکومت پاکستان نه چې د دلته کوم افغانان بې اسناده اوسیږي دو ته د اسناد ورکول شي او چې دا کوم افغانان رونه په افغانستان ته چی واپس نو دو ته د په بارډر باندې یو قسم سهولت ورکړي ځکه چې دا په تذکیرو باندې نه پرېږدي. آگاهان عمر فقر، گرسنگی و فراهم نبودن زمینه های کاری و تحصیلی را از عوامل عمده مهاجرت افغان ها به کشورهای بیرونی عنوان نموده و از حکومت سرپرست می خواهند که با ایجاد زمینه کار و تحصیل جلو فرار افغان ها را به بیرون از کشور بگیرد. با وجود که مشکلات باید باشه اما متقبل می شوند با یک کشور که برن به مهاجرت و بیرون از کشور، خصوصا کسانی که در مورد فامیل هم مسئولیت در عمل اقتصادی عمل تحصیلی عمل لحاظ آموزش و تربیت و پرورش اطفال مجبورن به مهاجرت رجوع میکنند. اگر این مسائل را مشکلات دولت باید یک مسئول باید باید خود مهیا بساز و رفع بسازه دو صورت مهاجرت باید کشور به مهاجرت مجبور نمیشن. بر اساس یافته های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 6 میلیون افغان در کشورهای بیرونی مهاجر هستند که از این میان 3 میلیون آن در پاکستان و 3 میلیون دیگر آن در ایران به سر میبرند.
خرید و فروش توت در کندهار و منبع عایداتی خوب برای مردم. توت کندهار که از نام و شهرت نیک برخوردار است، یک منبع عایداتی خوب برای مردم شمرده می شود و همزمان با پخته شدن آن به صدها تن به فروش آن رو می آورند. فروشندگان توت می گویند که توت را جوانان از ولسوالی ها برای آنان می آورند و آنان هم در شهر آن را به فروش می رسانند. شادی شاش خالی انشالله برانو نسیم بیدیم و بسته توت نمی آنجی و خواه بسیلا بانجی خواه خواه کلک و بلده شای نو و بلده خار بار بر سر خرام دو این توت فرا سو خار نیسی فرا و خار نیم برا برسی فرا شاش خالی سیم شاش خالی انشالله برا بار دی بگم در غنده اولس والی سا دلت دا بازار تا دا توت را ولو و میابری را نیسو او برای دلیه سا پا گرد خرسو بو او تو چې ورې مثال مر رانیس په بیا او په چای رانیس د لی په سل سل او خرڅو بالا مرته د غونې د ونیم سا او 200 روزانه را پچیږي او اوس د ټوت پلان د ادرس لو ورځې کیږي یخ ته ټوت نه پیدا کیږي د یخ سره نه بخیر کنه ټوت په ډیر او برزانه وای شو کاروبار دې من ګرځاس خاص نه په خر شش کال ټوتوم دسته د یخ ته او یخ د نه سم نه پخه سم په خسته د خیر سره بیا نو ټوت د شش کال ګرځ وینې د سپینې ګرځ ولا یانځ دا بیا زنگانی نسته دست خواست بلا هم دقیق خواری در وزانه پر وزی بندید تو تشکل این کلا شد یو بای دیری جی یو بای اینو کلا بعد این کلا تو سیوی یارم یو دقیق سیویده بعد اشتا پایده من جی تشکل این کلا کارو بار اینسان دی خرسیه جی بلا اولی کیری کمانو والا چی برای تاقوی پر مایین جی بخی پر بینا پریر جی مرا غلی هم دلتا جادیتا چی تو ترانی سم ششکال دیر شد توت سیوی دی شغط قط توت دی دیر خلق دلتا اخته دی دو توت بانی کار برابر دی توت خرچهی اوزم وزدالی را لما توت مرانی و لولمی زایت خورمی سرویس خبری ما در امجا به پایان میرسد سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خوش خدا نگهدار.